سلام و شب شما بخیر شما بینید انتخابات 97 من لطیف محمود انتقال مشروعیت دموکراتیک از یک زعامت به زعامت دیگره و از یک ساختار به ساختار دیگره آن هم در کانتکست یا به سر برام انتخابات یکی از اصلهای مهم دموکراسی است مردم اما افغانستان طی 17 سال پسین علا رغم تهدیدهای جدی پای صندوقهای رای رفتن هماسا فریدن و تلاش کردند که مبنای مشروعیت را با آرای خود شکل بدن خصوص در 27 و 28 میزان که خلاف عرف متعارف و قایده های قانون مردم افغانستان ها پای صندوق های رای رفتن اما بیشتر از دو ماه و اند مگذره که تا کنون نتایج مجلس نمایندگان معلوم نیست کمیسیون مستقل انتخابات از سوی نهادهای ناظر مردم و کاندیداها ها به عنوان یک کمیسیون ناکام ناتوان و ناکاره متهم میشه از طرف نهادهای ناظر میگوید که کمیشنران کمیسیون هرچی عاجل برطرف شوند و اصلاحات بنیادین باید در اسناد تقنینی ساختار و مدیران کمیسیون مستقل انتخابات شکل بگیرد بدون آوردن اصلاحات رفتن به انتخابات ریاست جمهوری که یکی از آزمون های دیگر است فرارای حکومت افغانستان او نخواهد بود از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تعهد می کند که آمادن تا چهار انتخابات را برگزار بکنند که این وعدهشان خلاف ضعف های گذاشتهشان پنداشته می شود در انتخابات امشب عمدتا سوالات ما روی چگونگی آرایش تیم های انتخابات ریاست جمهوری و آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات متمرکز خواهد بود اما پیش از آن گزارش کوتاه کمیسیون انتخابات و موج از اتهام های ناکارگی کمیسیون مستقل انتخابات در درست انتخابات مجلس نمایندگان را برگزار کرد و در شش روز پس از زمان رایدهی هم نتوانست نتایج ابتدایی این انتخابات را مشخص کند به اساس تقویم انتخاباتی نوزده اقرب سال روان روز اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مشخص شده بود اما کمیسیون نتایج انتخابات کابل را با 21 روز تاخیر در دهم قوس وعده داد یک بار نتیجه انتخابات کابل از سوی کمیسیون های انتخاباتی در 15 قوس لغو شد اما تا امروز 36 روز که میگذرد هنوز کمیسیون به نتیجه نرسیده و هفته سر هفته تا کنون 5 بار وعده اعلام نتایج انتخابات کابل را داده است تا چند روز دیگه انشالله کارهای تکنیکی کابل تمام میشه و کشش نهایی صورت میگیره تا آخر هفته و یا اوایل هفته آینده لیست ای کابل اعلام شود در پایتخت 558 مرکز رایدهی که شامل 3300 محل میشد مشخص شده بود کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهان با شماری 182 مرکز و 300 محل رایدهی شده است کمیسیون میگوید 80 درصد آرای کابل وارد بانکت لاتی شده اما مجموع رای و شمار برگه های سیای رای دهی در کابل مشخص نیست اینها باعث شده کمیسیون انتخابات به ناکارگی متهم شود و شمار از آگاهان میگویند که مشنران کمیسیون برای منافیشان اعلام نتایج کابل را پس میاندازند کته افراد و اشخاصی که معامله ها صورت گرفته میخواه که به نحوی رایشان مهندسی کنه قاتو ګفته مې شه چې در تفتیش مجدد از 100 ډالر گرفتہ تا 100 ډالر فیلای تر انګرای کې هم سیر مساخه انتخاب او تبادله مې شه باید حکومت تصمیم نیسی او دا تغیر او تبدل جامع جهانی هم غواړي او د افغانستان خلک هم غواړي سیاسي آزادۍ هم غواړي او فکرن کوم چې جامع جهانی د د ټولو کمشنرانو په شتون کې بودیجو ورکی نامزدان احتمالي انتخاباتي ریاست جمهوري هم به ان ترکیب کمشنرانو کې کمشنران میتوننه انتخابات بارمندي چندانی ندار متاسفانه کمیسون میچاته بسیار زدار ا مېش نویم او عاملا مېبینم کې هر روز خبرهای مختلف مېبران از اختلاف صحبت مېشه از مشکل تکنیکی صحبت میشه خود کمیسیون اعتراف میکنه که مشکلات دارن پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات با موج از اختلاف ها از سوی نامزدان ناظران انتخاباتی و احزاب سیاسی روبرو شده است و تا جایی کمیسیون انتخابات میپذیرد که در کارشان خلاهایی وجود دارد سلام مجدد شما بینید انتخابات 97 من لطیف محمود مهمانان امشب ما محمد حکیم تورسن نامزد انتخابات ریاست جمهوری یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و احمد داور نادی آگاه سیاسی بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه نخستین پرسش را با شما آقای رشید مطرح می کنم از چندی بدین سو کمیسیون مستقل انتخابات متهم به ناتوانی مدیریتی یا ضعف مدیریتی است از طرف نهادهای ناظر متهم میکنه کمیسیون را به فساد مالی و برکناری و خواهان برکناری شما را از کمش میشه آیا واقعا این کمیسیون یک کمیسیون ضعیف است متهم به فسادی اداری و با این کمیسیون نمیشه ما به طرف انتخابات ریاست جمهوری بریم تشکر سلام شما مهمان بزرگوار و برمید. تلویزیون خب بدون شک ما پروسه را زیر نظر نظارت میکنیم، مطالعات میکنیم و وضعیت روز به تحلیل تجزیه میکنیم که بالاخره سرنوشت انتخابات با کجا میرسه و آینده انتخابات که شو چه صفات بود و کدام تغییرات اصلاحات در عرصه وجود بیاد ما زمین از اینکه بارها بر شما میگوسم که گرچه تغییر چهره ها رای حل اساسی بوده نمیتونه اما متاسفانه نظر به اقامتی که ما در عرصه مدیریت در عین کنترل وضعیت انتخابات پارلمانی و پولان شدن بعد از روز ریدیهی و در عین حال ابهام بعضی از موارد بسیار اساسی و کلیدی پیش از اعلام نتایج ابتدایی این همه ما را به یک نتیجه رسانده که پیش از رفتن به انتخابات جمهوری مسلحت کشور در عین حال حکم چی چیز مسلحت کشور تشکیل میده در این مقطع مسلحت کشور ایجاب میکنه که ما انتخابات پارلمانی را با عزتش ختم بکنیم نتایجی که حداقل او عدالت نسبی اگر مطلق نیست تامین شده بودونه مصلحت کشور دیگه است که انتخابات را جمهوری آیا این کمیسیون میتونه عدالت نسبی را تامین بکنه نه خیر ما از اون خاطر بسیار به وضاحت از حکومت افغانستان خواسته بودیم که پیش از اعلام نتایج نهایی وظایف اعضای محترم کمیسیون انتخابات به تعلیق بیارن م. و اصل مکافات و مجازات ما از اینجا شروع بکنیم خب. آیا اینا شما را از اعضای کمیشنران کمیسیون هرات را هم به نهاده قضایی معرفی کردن در کابل هم یک سلسله سل اقدامات نمادین صورت گرفت اما پروسس ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری رسما این کمیسیون انجام میده به این معنا که این کمیسیون داره به طرف انتخابات ریاست جمهوری میره آه. رفتن با این کمیسیون به طرف انتخابات ریاست جمهوری به چه معنا در این دور انتخابات ما بعض از ارزش های اساسی متاسفانه که جای خود خالی کرد مسئله رعایت احکام قانون یکی از مورد جدی بود که در این انتخابات لنگش خود داشت بحث دومی است که ما که میسون شکلت انتخاباتی متاسفانه تا حال به یک بنامه یک کمیسون مقتدر با سلعیات و در این حال از لحاظ ترمندی که یک نهاد باشه که سلاحاتش و تصمیمش مریض را باشه نه پیدا نکردیم شما اگر پرسان بکنید که در کدام موارد ما پاسخ می است که مثلا پیش از اعلام نتایج ابتدایی که میسون های ولایتی شکایت در بعض موارد تصمیم گرفتن مکاتب رسمیشان در اختیار ما هستند اما وقتی که شما در اعلام نتایج ابتدایی میبینید او برای مون کاندیدا مورد اجرا بوده بنا این نشانه دهی است که میسون شکایت انتخاباتی متاسفانه تا بال فیصله تطبیق نشده با شمول هرات مشک دارم که اینها این تصمیمشان قبول شود تصمیمی که که میسون ولایتی شکایت در کابل گرفته بودند برای مساله قضای خود کابل ابطال متاسفانه که نشد بنان <تصوح> اگر که میسوش کرد خباتی که خدا به عنوان یک نهاد مقتدر معرفی بکنه باید از تصامیم خود دفاع بکنه بحثید که <تصوح> سوال دوم شما بود رفتن با این کمیشن را به طرف انتخابات ما خواهان از هستیم که قانون تطبیق شد. بیشتر از چیز نمیخوایم از لحاظ قانونی اگر پاسخ بعدا به حکمیت قانون و تطبیق قانون خواهیم رفت با این کمیسیون آیا به طرف انتخابات ریاست جمهوری رفتن عقلانی است؟ به هیچ وجه به اینکه اونها در مراحل مختلف تجربه خود دارند در دوران ثبت نام کاندیدا بعد از در دوره ثبت نام مردم رای دهندگان در قسمت ترتیب فهرست در مورد روز رای دهی شماره شورا و با شماری این هیچ مرحله متصل موافق نبودند با شما برخیم داشت آقای نادی چقدر موافق هستین با صحبت آقای رشید شما از نهادهای ناظر بر چسبای وارد میکنه بر کمیسیون مستقل انتخابات نارضایتی کاندیدا از طرف دیگر میزان بیباوری مردم نسبت به چگونگی آزمون که از انتخابات مجلس نمایندگان دارن این کمیسیون و برداشت های احزاب سیاسی همه مبین این است که با این کمیسیون نمیشه به انتخابات ریاست جمهوری رفت اما عملا ما شما میبینیم که گام های به طرف انتخابات ریاست جمهوری برداشته میشه از دید شما آیا این کمیسیون صلاحیت این را داره که چهار انتخابات دیگر برگزار بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه خدمت آن بگویم که ما با جناب رشی صاحب کاملا موافق هستم آنچه که نشان در مورد کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون شکایت های انتخاباتی نوحی برگزاری انتخابات مدیریت بر انتخابات فرمودن بدون شک با در نظر داشته آنچه که ما میبینیم به ارتباط انتخابات پارلمانی که در حدود تقریبا دونی ماه یا سه ماه قبل یا سه قبل اجرا شد که ما تا هنوز نتایج از کاملا در سراسر افغانستان به دست نداریم معلوم میشه که این کمیسیون یک کمیسیون واقعا ناتوان واقعا غیر کارا هست و دی هیچ شک نباید داشته باشیم و علاوه از او باید بگوییم که تعدادی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تا جایی که ما معلومات داریم حتی با پول های گذاف به حیث رشوستانی چی متهم هستن و در پهلوی ازو یکی دو تا یا چند تا از اینا هم پاسپورت هایشان با ویزه خارج رفتن ویزه خارجی استم شده تا پشده و منتظر بدن و فرار که متاسفانه کف شد یا خوشبختانه کف شد اینا باید ممنون خروج اعلان شوند و از اینا باید باسپورت شد و بازخواست که چرا انتخابات به این شبه باید دایر می بسیار پول گذاف چرا آ... این خواست های شما از طرف حکومت و نهادهای زی صلاح مطرح نمیشه با توجه به افتزایی که کمیسیون بار آورد این یک سوال بسیار بزرگ است ولی قدر گفتم یکی از دلایل اساسی و عمده هست که در بسیاری ارگان های دولتی ولو که یکی به مقابل دیگه هم مسئولیت دارن که باید بازپرسی کنن فساد فوق العاده گسترده حاکم است و یکی به خاطر دیگه نمی کنن روی رویداری بسیار زیاد است و نپوتیسم یا خیش و خیشاوندی و خیشخوری و این می مسائل بسیار زیاد بینشان حاکم ما و نمیخواین که یکی با مقابل دیگه ایستاد شون و اصلا قانون اساسی افغانستان قانون انتخابات افغانستان از این یک نامه و ایسا بدون اهمیت اینا به طرفش میبینن و اصلا از قانون هیچ کسی نمیترسه و به خاطر این دلیل است که نازکی که خودم پرسان نمیکنن رابطه بسیار تنگ و تنگ و نزدیک با همدیگر دارن و در بسیاری مسائل در پشت پرده با همدیگر شریک هستن ممنون آقای تورسن شما صحبت های دو مهمان ما را شنید آقای رشید و آقای نادی بدون شک شما صحبت های احزاب سیاسی و نهادهای ناظر شنیدین این احزاب سیاسی و نهادهای ناظر کمیسیون مستقل انتخابات را فاقد صلاحیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میدانند اینجا میگن که متهم هستند به فساد مالی حتی قصد فرار را گفته میشه که معلوماتشان نشان میده این برخی از چهره ها داره پس با این وضعیت شما با چی روحیه رفتین در کمیسیون خود ثبت کنید با عنوان نامزد ریاست جمهوری بسم الله الرحمن الرحیم هر سلام خدمت شما کارکنان شما و بیننده های نهایت عزیز و گرامی <applause> میره هم خود هم میفهمم هم که همی برنامه ریزی شده بوده و مندیسی شده است توسط یک تعداد قهات که به داخل حکومت حضور دارند به شمول شخص رئیس جمهور ولی ما به این عنوان نمیتانیم که بگذاریم همی افراد اشخاصی که بر سر گرده های مردم افغانستان حکومت میکنن و, و این انتخابات به مندسی گرفتن و یا در پالوی از این افراد اشخاص نابکار یا ضعیف اوجا گماشتن ما دیگه دموکراسی یا مردم سالاری را فراموش بکنیم بگذاریم آیا که اینا دموکراسی را <applause> تمثیل بکنن شما اجازه بدین ما میخواهیم که بریم به طرف انتخابات توسط کدام ساختار ب... ب... توسط همین ساختار که و ف... ب... متهم به فساد است متهم به کندکاری و زفکاری ما زمان که انتخابات صورت میگیرد توسط نهادهای به حساب ب... مختلف عذاب سیاسی مردم افغانستان و جامعه جهانی فشارها وارد شده و همه روز این فشارها, فشارها بر انتخابات پارلمانی هم وارد شده ما شما افتضای <أه> نهاد انتخابات پارلمانی دیدیم اگر اجازه به محمود ببینین باز بعدن و این ای فشارها ناگزیر است که حکومت افغانستان در سی از تصمیم بگیره و اگر نگرفت اما شما وقتی میگن که حکومت خودش زی دخل از در قضیه چگونه تصمیم نه. میگیره؟ ببینه نه مجبور است که باید با این افراد اشخاصی که به فساد اداری و هم سال ها اما اینا تبانی داره با حکومت گفتم خب این که تبانی داره من میفهمم تا مندسی است و خود حکومت مستقیما زیده خود رئیس جمهور میگن زیده خلاص بله هست. بله بس میگن رئیس جمهور زیده خلاص چطور رئیس جمهور اصلاحات بیاره ببین ولی ول در حالتش در حالتش اینا خو نمیخواین که در این حکومت تغییرات با وجود بیه باید اینمی افراد اشخاص در سر حرکت قدرت تکیه بزنن ولی ما به صفت یک افغان به صفت یک سیاسی به هیچ وجه بر هیچ کس اجازه نمیتون که با سرنوشت افغانستان بازی با در رأس ما امکومت... میریم به طرف اجازه بتین ما میریم به طرف انتخابات و در صورتی که ببینیم که ما از چندین رسانه های دیگه آه. هم گفتیم حتی وقتی که به حساب ثبت نام هم میکردم در مصاحبه خود گفتم در صورت کسی با تخطی با تقلب، با فشار با زور بخواه خود رئیس جمهور بسازه آه. و و به هیچ قیمت اجازه نمیتم بله. بزور هم شما میگیرد. این صحبت از سال 2009 با کرزای هم کردید با آقای رقیب شما در سال 2009 کی بود؟ بله در سال 2009 آقای کار زای رقیب شما بود بله. ولی ما ب... یک چیز خدمت ارز بکنم که این ما احتراف اعتراف می میکنم که با او وقت و زمان ما به خاطر پیروزی بله. خود کاندیدا نداده بودم صرف بر... د... چون میخواستم که در ذهنیت ها که در طی چندین سال به نام این کو... کوبیده شده بودیم ولی هم بار تصمیم مقاطع از جدی است و ما از ما... خود اجازه بده ما از خود رئیس جمهور آینده افغانستان می شما رئیس جمهور آینده افغانستان هستید اما هنوز شما رای نگرفتین شما باید اینجا بلاوی یک بیارین باز رئیس جمهور اجازه بده من میگم رئیس جمهور رقیب شما کی اجازه بده آقای تورسان رقیب شما در انتخابات پیشرو کیست ببینید من خود سر هنوز کاندیدا نیست و رقیب خودم من نمیبینم صرف آقای پترام که او هم خلاف چون یک کاندید نمیتانه در دو جای خود کاندیدا بتن و من تا حق نون رقیبم ندارم رقیب شما در انتخابات اجازه باتیم من تا حق نون رقیب ندارم اگر آقای غنی خوده کاندیدا بتن م. و ما بله آقای غنی را ما اصلا رقیب خود حساب نمی‌کنم. کنم به این مفهوم چرا شما رقیب شما, را شما را خدا, خدا به خاطر از اینکه اون قدر اناب در حق از این ملت و مردم جفا کردند و اگر دل خوش از اونا مردم شما می داشت که ما اجازه بدید شما اجازه بدید وقت شما وقت شما, 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 شما یک بار اجازه بدید بله. ما حرف خود بزنم وقت شما می رئیس جمهور غنی رقیب تا بله, در انتخابات 2014 2009 چند رای یک بار اجازه بتن یک بار حرف تکمیل شد و, و ما اگر آقای غنی به نفع از این مردم و این کشور کار میکرد اصلا تماما مسائل به حساب در اختیار خود نمی مهندسی مندسی نمی کرد مهندسی انتخابات مندسی و نباید بکنه چون در کار نکرده که به نفع کشور و مردم افغانستان باشه بناهن به, به هیچ وجه مردم افغانستان برش نه رای میته نه شما گفتین شناخته و... که از مردم افغانستان و... دارین و... برنده انتخابات آینده شما هستین اشرف بله، غنی بله به خاطر از این که چون سر و کار ما با مردم افغانستان آه. است مردم افغانستان از این چهره ها مطلق خسته شده از کسایی که در طی 18 امین سال همین مردم آرش از کجا شما پیدا کنید که با شما شما در سال 2009 هم رای شما ببینین من پیشتر هم گفتم که در سال 2009 بنا به اما این شناخت شما مردم شما, شما, داشت شما یک بار اجازه بدین قبلا در سال 2009 چهره ها های لقاب ها بیرون نشده بود مردم اینا را به بسیار نام های خوب مشناخ ولی ندیده بود چهره اصلی شنه امروز نقابا بیرون شده چهره های اصلی اکثریت از اینا که در اجده سال در حرکه قدرت تکیه زده بودن جز فساد، چور، چپاول، غارت و ادامه جنگ ناهمنی به پس شما از همینجا رئی جمهور آینده کشور خود اعلان میکنید بله با در انتخابات بعدی با حمایت مردم افغانستان تکیه با خدا و حمایت مردم ام... افغانستان ما در انتخابات 2009 کسایی رم داشتیم که در انتخابات خود کاندیدا کردن بالاخره به سمت های عامریه رسیدن اتونا شک در مسیر راه شما انحراف من پیشتر خدمت عرض کردم که نه معاملهگر هستم و نه با کسایی که با سرنوشت کشور و مردم معامله کردن نه معامله میکنم و نه میخوایم که به حساب اتا در تیم ما ایره همه دوستان میشنوند در تیم ما کسایی که امروز در حرکت قدرت آه. در طول 18 سال شما در روز ثبت از... نام کردین گفتین کابینه تانم تعیین شده و در حالی که ماون اول شما در روز ثبت نشد شما ما, ما نگفتیم کابینه ما تکمیل شده بب... و در پولی در تاریخ اول ماه جدی زمانه که ما رفتیم چون ماون دوم ما بود اول نه ماون دوم ما آقای شفیولای قیصاری با مزار شریف تشریف داشته بودن و از پرواز باز ماندن اش بجه باید پرواز در کابل میرسید که چون تیاره از پرواز مانده بودن اونا ساعت چار رسیدن و روز شنبه که دیروز بود رفتیم باستن... سبت نام با... کردیم شما بدون تردید که به کسرتگرایی سیاسی باور دارین شما لحظات خبر اعلان کنید که شما رئیس جمهور آیندی افغانستان بله، هست. بله، هستید بله، بله، دوباره هم تکرار میکنیم بله بله, این ایرا تکرار میکنم چون باور ما به خداوند و مردم افغانستان است پس... چون از این چهره های از این چهره ها و از این موره های سوخته شما بختشما... اج... یک بار اجازه از این موره های سوخته مردم افغانستان نهایت خسته شدن و بچری دلسوز متحد به مردم افغانستان که ترس از خدا داشته باشه هشک به ای وطن داشته باشه محبت بر مردم افغانستان داشته باشه امتحان در گذشته ها داشته باشه ما هم پوست های بلند و پایین آقای... در حکومت های قبلی کار کردیم نه غاسب هستم نه فاسد هستم نه مفته. یک سال بعد به دوستان میریم شما تیم حاضره که در قدرت اسیر ناکام خواندین بله. بله بله و خود رئیس جمهور آینده افغانستان ببین نه تنها ما سو... سو... من سوال مطرح بار بله سوال مطرح بکنم در صورت که شما رئیس جمهور آینده شوید این که شما 100 باور دارین به خود که بله. رئیس جمهور آینده بله. افغانستان بشین این دو رهبر ناکام از قول شما برشان وظیفه میتین شما اصلا ما را اگر شما قبول بکنین که خب گرچه من هست کاندید نباید بگویم ولی اگر اینار چی شوالا اینا منظور ببین همه هر دویشان نه آقای عبدالله و آقای غنیر رو ولا گنار رو نکی چاینکی پزم بگیرم یعنی شما در حکومت به اینا جای نخواهد بود نه تنها که جای نیست اجازه هم که شاگرد چاینکی پزم شوند بیخی مطمئن باشین ایره بجارت برای شما می چون هان جفا در حق از این مردم ملت کردن فریب دادن دروغ گفتن فرض مثال گفتن زمینه کارم و سایت می برعکس نان بر مردم می و همون تا در سال از شما پیشتا آقای کرزی به اونها وظیفه می شما شما ببینین آقای کرزی فرض مثال نه, نه, بر... نه بر،, بر یکی از اینمی افراد اشخاصه که به حساب با گرده مردم حکومت کردن غصب کردن چور کردن چپاول کردن غارت کردن نه تنها که برشان کار نمیتم بلکه محکمه خواد شدن و چیزی که حکم محکمه خواد بود بالا شد تدبیر و در پشت میلای زندان و در صورت که جرمشان بیشتر ازی باشه و واجب القتل و محکمه حکم بکنه بر یک سانیام به حساب به بسا... تاخیر نمندازم اعدامشان هم امضا میکنم یعنی اعدام هم توشیه بله در صورت که محکمه حکم بکنه محکم یک ثانیام اجازه نمیتون و ب... آیا بسا... در افغانستان رهبرای افغانستان شما هم تو گفتین که محکوم به قتل هستن آیا رهبران افغانستان را شما اون بحث عدالت انتقالی که مطرح میشه این بحث عدالت انتقالی را آیا کسایی است که به توشه شما به ب... اعدام برن شما ببینن. مطمئنا چندین نفر کی هستن مشخص ببینن یک بار اجازه بتن ما قبل از اینکه اگر کاندید می بودم ما در تمام رسانه هم. از طریق می تلویزیون شما همه مسائل آشکارا گفتیم چون فعلا کاندیدا هستم ایجاب نمیکنه ولی او قبلا از طریق رسانه ها گفتیم و از طریق از انمی تلویزیون شما گفتیم او کل مردم افرستان زنده مشناسن میفامن می و دپولی ازی بازم میگم هر کسی که در حق از این کشور و مردم ما خیانت کرده جنایت کرده چور کرده چپاول کرده همگی از اینا مورد پاسپورت ما قرار خواهد زنده آیا این کمیسیون برمیگردیم به شما حالا شما میگید که اصلاحات به و این کمیسیون به محاکمه معرفی شد و, و نهاد و قضایی باید بررسی بکنن کمیسیون شکایت انتخاباتی جایگاه خود باز تعریف بکنه به خاطر که احکامش قابل تعمیل نیست در برخی موارد ما میبینیم چه باید کرد که ما در حقیقت یک اعتماد را برای ساختارای انتخاباتی که انتقال مشروعیت سیاسی را مدیریت میکنه یک باور و اعتماد را به اینا انتقال بدیم خب آنچه که د قسمت میتونه بیشتر اعتماد را بین مردم خلق بکنه خب کارایی برخورد مسلکی قانونمند ادارات و نهادها و در این حکومت افغانستان است ما چند پیش گفته بودیم که خود پروسه ثبت نام نامزدان انتخابات جمهوری در میز موقع و زمان اصلا یک کار درست نیست از بابت مطالعه که ما داریم ببینید بر اساس قانون انتخابات تقویم انتخاباتی حداقل چهار ماه پیش از روز برگزاری انتخابات اعلام شود و یکی از مراحل که بعد از تقویم نشر تقویم اجرایی میشه از ثبت نام نامزدان انتخابات جمهوری و بقیه انتخابات است حال شما ببینید که ما در وسط جدی قرار داریم انتخابات ما در 29 سرطان آخر سرطان اما ثبت نام نامزدان اینها میل انجام میتن اگر فر مثال این بحث ما شما مطالعه بکنیم یعنی خود کمیسیون انتخابات وضعیت برای فساد خلق میکنه فردا روز شما ثبت میکنین رئیس جمهوره دیگر روز رئیس به اجرا روز توجه اساسی حکومت دیگه از مسیر حکومتداری و بالاخره اجرایی دادن تعهدات و مسئولیت ها برای مردم میبره میره به طرف کمپاین و زمین شما علای میشه میبینید بله پس این زمین را کی خلق کرده؟ این زمین را خلقه ای که میسی موسیقی انتخابات خلق کرده کاندیدای محترم هایی که در حکومت نیستن و در بیرون حکومت هستن دست میزنن به خرید و فروش آرا خرید و فروش به حساب که با مردم ببینن تجارت انتخاباتیش شروع میشه و در تجارت انتخاباتی بعض گروه ها خوب سیر و چاق میشن م. تجربه ناکام پارلمانی انتخابات پارلمانی ما ای بود که ما متاسفانه بر فساد زمینه را مساعد ساختیم اگر در یک وقت تذکره خریداری شد کسی چیز نگفت اگر استیکر خریداری شد کسی چیز نگفت اگر بالاخره قیمت رای معلوم شد باز کسی چیز نگفت و بالاخره تایی که ما امروز در تجارت انتخابات به سر میبریم امروز که میسیم مسخره انتخابات متاسفانه که به مندی انتخابات تبدیل شده کمپانی غیر قانونی شکل میگیره کمپانی پیش شکل میگیره بس ها بسیار داغ میشه توجه از انتخابات پارلمانی میبره توجه از اصلاحات میبره معطوف میشه کالج به برنامه برنامه کارزارهای انتخابات و کی مقصر است ما می که میسم مسکن خود ما میگیم که یکی مسیم متاسفانه که دیگر نمیتونه که یک اعتبار لازم برای پروسه انتخاباتی کسب بکنه برعکس اینها موارد فساد زایر در انتخابات خلق میکنه تشکر زنده باشین آقای نادی شما قانون اساسی افغانستان که وسیقه ملیس و وسیقه سیاست ساز است چارچوب کارکرد حکومت و اندام حکومت را در واقع تعریف می کنه او را به یک نامه عادی خواندین لحظات قبل گفتیم به یک نامه عادی تبدیل شده و هر از گاهی از طرف نهادهای مختلف نقض میشه و احکامش قابل تعمیل نیست در حالی که بساس اساس ماده 64 قانون اساسی افغانستان مراقبت از تطبیق قانون اساسی افغانستان مکلفیت دولت است با قوه قضاییه افغانستان و نهاد که نظارت میکنه از قانون اساسی افغانستان وقتی قانون اساسی نقض میشه انتخابات میگن که کمیسیون به مندوی انتخابات تبدیل شده اتهامات جدی وارد است دو بیشتر از دو ماه از کارای کابل اعلام نمیشه حکم کمیسیون شکایت قابل تعمیل نیست پس ما در یک آشفت بازار انتخاباتی به سر میبریم که ما ظرفیت انتقال مشروعیت را از یک نظام به دیگر نظام متاسفانه نداریم پس با این وضعیت خوشبینی شما برای آینده سیاسی افغانستان با توجه به این وضعیت چیست؟ به خدمت آن ارز کنم که تنها در مسئله انتخابات ریاست جمهوری نه که انتقال مشروع با مبنی بر آرای اکثریت مردم افغانستان از یک فرد تا فرد دگه باید انتقال کنه شما در انتخابات پارلمانی دیدین و کاملا ما یقین دارم و ثابت است که مشروعیت حتی صلاحیت پارلمانی به بعضی افراد از لحاظ قانونی درست نیست به خاطر اینکه که در پشت برنامه های کمپاین انتخابات پارلمانی به میلیون ها دلار ما خبر دارم از, از, کسانی که خود کاندید کرده بودن برای پارلمان افغانستان و در حدود 13 14 میلیون دلار مصرف کرده یک فرد تا که بدون آرا بخره خود را ثبت کنه و خود را برجسته بسازه و خود را در صدر لیست بیاره, بیاره در حالی که اکثریت از اینا 23 لک است بله در بزرگترین اه... حوزه کابل بله یعنی شما فکر کنید اونها فقط مدت 20 روز فرصت از را داشتن که کمپاین کنن و 13 14 میلیون دلار مصرف کردن که گفته میتونیم در حدود 700 یا 800 هزار دلار روز مصرف شده به خاطر که یک فرد باید در جدول بیاید و یک فرد دیگه که واقعا بین مردم بوده و آرای مردم داشته و اصلا نامش در لست نیست به مو خاطر یکی از دلایلی که باطل اعلان شد همی بود که یعنی کاملا غیر عادلانه غیر منصفانه بود تمام انتخابات پارلمانی همی کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت تمام اینمی نابسامانی ها را به دوش میکشه و به مو خاطر ما میگم که بحیث یک شروند عادی افغانستان که رای را نمیخوایم زایی شود میخوایم که مورد بازپرس قرار بگیرن می وسیقی ملی را که اینا به حیث یک کاغذ عادی که به حیث یک دستمال هم ولگه اینا اهمیت بتن باید در این مورد, مورد سوال قرار بگیرن ما به مو خاطر میگم که اینا باید ممنوع خروج اعلان شوند اگر کمیسیون میخواید تغییرات بنیادی بیارن تمام این کمیسیون اعضایش باید مورد بازپرس قرار بتن و اعضای دیگر اگر معرفی میکنن شرط اولش همی باید باشه که اونا باید با تمام, با تمام عبادش باید قانون سی افغانستان در نظر بگیرن و بگذارن که کمیسیون مستقل انتخابات واقعا مستقل باشه یعنی یکی از پرابلم ها یا مشکلات اساسی از کمیسیون مستقل, مستقل بود خوب ناب منام مستقل همی است که هیچ وقتی مستقل بود نتانسته اینا دولت یا حکومت در امور انتخابات به اندازه دخالت میکنه که اصلا اینمی افراد جنابان عالی که در کمیسیون مستقل انتخابات هستند جرأتی از ندارن که اعلان کنن که از لحاظ قانونی کسی حق نداره در امور ما مداخله کنه و بگذارن که کمیسیون مستقل انتخابات به وظایف خود بپردازه وقتی که شما شخصیت هایی را در اینجا میبینین که اونا جرأتی از ندارن که دفاع از استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات بکنه و همچنان ببینن که میلیون ها دلار پس و پیش میشه در انتخابات و قانون از هر نگاه شکستنده میشه برای اینا هیچ امیدی نمیداشته باشین یگانه که مدارم برای آینده افغانستان و تحقیق دموکراسی در افغانستان یه است که احزاب سیاسی افغانستان واقعا سیاسی برخورد کنن بایکات کنن تحریم کنن این انتخابات ها. اصلا اهمیت ندن انتخابات ها. بگذارن که هیچ کاندید نباشه غیر یک یا دو نفر که در صورت هم ما بفهمیم هم دنیا بفهمه که تمام مسائلی که اونا پیش از پیش در نظر داشتن همونطور که طرح کردن دیزاین کردن همونطور پیش میرن ما نهایت تلاش میکنیم تا به خاطر اصل توازن یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشیم و ماده پنجای قانون اساسی افغانستان و قانون دسترسی به اطلاعات هم حکم میکنه که نهادهای مستقل و نهادهای در کل دولتی مکلفند تا در راستای وظایفشان وضاحتهای لازم را برای مردم افغانستان ارائه بکنند علی تلاشهای تلاش ما هیچ از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات در این میزها حاضر نمیشند تا از انکشافاتی که در حوزه کاریشان صورت گرفته با شما شریک بسازند می میان برنامه آقای تورسن یکی از مکلفیت های رئیس جمهور چون شما گفتین که رئیس جمهور آینده افغانستان هستین یکی از مکلفیت های رئیس جمهور آینده افغانستان مراقبت از قانون اساسی افغانستان است. پس شما به عنوان رئیس جمهور آینده افغانستان با چه شیوه های از قانون مراقبت میکنید؟ اینجا گفت که قانون به به کاغذی تبدیل شده و با به یک دستپا اصلا هیچ ارزش نداره به خصوص قانون اساسی افغانستان ببینید ز... جانم زمانه که ما میریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری با یک تیم قوی متحد دلسوز که هشک بازم تاکید میکنم عشق به وطن و دلسوزی بر مردم افغانستان داشته این حرفا را اشرف غنی رئیس جمهور اشرف غنی اجازه نه ما پیش از این که برمان به طرف انتخابات م. یعنی 20 روز پیش ما از ولسوالی شروع تا کابینه خود تا وزرای خود از قبل تعیین میکنم همه مردم افغانستان تالا تا این نکردین کسره ببینین جانم این هنوز در این ساختار تازه آغاز شده ام. و یه تار نیست که در یک شب و من اغنی هستم شما اشنم. عزب دارین شما, شما اجازه بتین این عطمی نیست من خود در افغانستان عزب را نمی بینم اه. اگر همی عزبای را که شما ازش نام می گیرین کلگی از اون مساله است و این همی اینا ای عزب نیستن اینا یا به حساب یک, یک, تعداد افراد شما تا حالا آمادگی نگرفتین برای کابینه و جانب ساختار جانب بعدیتان ببینیم جانم هنوز انتخابات ما تا انتخابات پنج شش ماه آه. وقت داریم ما نمیخواییم که به بج... هجله هر دوز رازن و چپاولگر و فساد پیشه و غارتگر بیاریم در اینجا ما در جستجوی انسانهای دلسوز متحد که بسیار زیاد از در ای کشور اجازه بتین بسیار زیاد است در این کشور ما در جستجوی از اونا هستیم تا شایسته ترین لایق و با اعتماد ترین بیاریم در پست. این ها را حکومت،, حکومت, حاضر هم میگفتن که ما فول برایتر میریم ما کسای میریم که دستشان به خون آغشته نباشه ما فاسد را دور میکنیم ما در چل پنج روز فساد کابل بانگ را پاک میکنیم و و و, و. و. قلب فساد وزارت داخل است پاکش میکنیم وزارت قوی قضایه را پاک میکنیم این حرفای شما از طرف آقای غنی هم اگر اجازه بتن ولی در تیم آقای غنی در گروپ آقای غنی افراد, آ... افراد اشخاص بودن که غاسه فاسد مفسد که تا حق نون جا شما یک بار, شما بار... امو وقت پیش از او ولی در تیم ما به هیچ وجه نه غاصب است نه فاسد است نه مفسد است و نه جاسوس و اجنت کدام کشور خارجی ام. و به هیچ وجه اجازم نمیتم حتی از می جمله کاندیدایی که غاصب و فاسد و مفسد هم باشن و در آینده بیاین به نفع مترشن حتی امورم نمیپذیرم ام. به خاطر از اینکه این ما به خدا و مردم افغانستان است که با پاکترین انسان ها میرم من نه غنی هستم مرا ترسن میگن فرق بین ما و غنی

ببنید. چی فرق داره شما, شما برای جمهوری افغانستان؟ فرق شما... چی؟ شما فرق ما در هی است که ما متحد به کشور خود دلسوز و تعود میتم هر فره که میزنم عمل میکنم و در پالی ازی با غاصب فاسد مفسد اصلا آشتی ندارم و نه که از طریق غاصب فاسد مفسد از کجا بدانه که قدرت. عرفای شما عرفای انتخاباتی نباشه و خاطر رای گرفتن اینال شما ببینین چی برنامه داره؟ شما اجازه شما, شما, شما جمهور چی برنامه داره؟ شما یک بار اجازه بتین گفت کیستی گفت ملا گفت چی میکنی منظور میکن تو نگرفتم شما یک شما بار... برنامه ای تنابید یک بار اجازه بتین گفت کیستی گف ملا عثمان گفت چی میکنی گفت خرواز میکنه مر اسماعیل گفت نه که دوز باشی گفت صبح مالو میشه ما بازم میگم پیش از این که انتخابات صورت بگیره ما از سوالی شروع تا وزیر خودت تعیین میکنم و نقاصه به فاسد مفسده برنامه ای تنابید اولویت های برنامه اتان. در اولویت در قدم اول مردم افغانستان به صلح نیاز دارن زمان که صلح بود تماما بسترها هم وارد این صلح هر ما 17 سال است که از اینا میتونن صلح در هیچ کس نمیخواد اگر صلح را در افغانستان بخوایم معدن ها را به غارت بدن چی برنامه دارین برای صلح برنامه تون چی است یک بار آقای محمود اجازه بدید. شما این رقم نه شما برنامه مدون شما... دارین برای صلح بله، بله، یا تنها بله، بله، صحبت میگی نه نه بله،, بله ما برنامه داریم ما حتی با جرأت برای شما میگم پیش از اینکه ما برم به طرف انتخابات دو وعده را میدم آه. یکی که از ولسوال شروع تا وزیر خدا پیش از انتخابات معرفی میکنم و دوم دیگه سی فیصد سلح را میارم یعنی ما سلح را با چه میکنید؟ شما ببینید ما سلح را نه از ایران گدایی میکنم نه از پاکستان گدایی میکنم اجازه بده نه از اروز نه از عرب سلح داخل افغانستان چه گونه؟ شما ببینید امیجد با داخل افغانستان طالب هایی که می جنگد طالب هایی که می جنگند پدر داره مادر داره خواهر داره برادر داره کاکا ماما خیش قوم همسنفی داره و همسایه ما از تجارب گذشته که داریم همراه از اینا در ارتباط فعلا هم هستیم و در ارتباط و تماس می باشیم تا اینا را بکشیم ها. ما تجربه اما در پشت اینا با, با پوزش ببینید با پوزش من سوال خود مطرح کنم آقای تورسن شما در بود داخلی سال هر مطرح میکنین جنگ افغانستان یک جنگ کامپلیکیت و پیچیده است بله در اینجا بله. حوزه ما حوزه بله. امنیتی جنوب آسیا را داریم بله. حوزه امنیتی آسیای مرکزی را داریم بله. اینجا ما تضاد منافع داریم تضاد ایدولوژی داریم و سایر تضادها را داریم مثلا ایران عربستان در اینجا مشکل داره اندو پاکستان در افغانستان مشکل داره آسیای میانه با امریکا مشکل داره چین با امریکا مشکل داره رقابت های اقتصادی سیاسی این همه دست به دست هم میته که وضعیت افغانستان خیلی پیچیده بسازه ولی شما دست با چهار تا طالب میتین سال صلح رو شما ببینید گفتم یک دو ما ده تجربه دهی افتاده داریم دهی افتاد داریم ما هم شش با رهبرا حکومت شهید دکتر نجیب الله شش با رهبرای مجاهدین که نمایندگی رهبرای مجاهدین پاکستان میکرد نماینده پاکستان بود شوروی وقت بود از ایالات متحده آمریکا و از بله. شما آمدن در حوج و شرایط دیدن که همین رهبرا افغانستان به طرف بحران برد به طرف جنگ به حساب قومی برد و افغانستان به طرف دربدری اگر با همی چون م... با مردمی که به داخل افغانستان می جنگن هنورا به طرف خود بکشونی که در ابتدا هم گفتم سیفی فیصده و با زمانی که افراد جنگیش به طرف خود آوردی به طرف صلح و ثبات آوردی دیگه باز او را برای و لیدرا مثل که فعلا با... قبلا هم این را برای و لیدرا همگیشان شیرها بودن آل یک, م... شیر کاغذی بیش نیست اینا ریشه منزان... در دیگه کشور هاست در پشت جنگ افغانستان بحث هایی که مطرح در رسانه ها و ب ب ب ب اراکین های سیاسی که در محافل سیاسی مطرح است در پشت جنگ افغانستان ریشه هاییست بله، در پاکستان بله، در عربستان نبید. کشورهای کلان در اینجا تضاد منافع داره بازیگران منطقی بله. شما چطور میتونید قناعت را وجود دارید بازم میگم زمانی که ماشین جنگی شه آه. یعنی کس سرباز شه اما بس ماشین خب شما، جنگی ایدولوژی نه اجازه ماشین بتن. اگر همی سرباز شه سی فیصدش به طرف خود کشاندی ناگذیر است که اون رهبراش به شمول که آمیانشان کشورهایی که مختلف هستن آمیانشان اونا هم ناگزیر است که باز به میز مذاکره بشینه چون آل خو فعلا سرباز در هیچ میجنگه و در پالوش در هر خانه را که کیک میزنه خسک میزنه جولا میزنه یک دواپوشی میشه ما زمانه که باز او زمان ما هجنتای کشورها را در هیچ نابود میکنم آرده ای کشور اگر... کشور از... از ایران هست از،, از پاکستان هست از،, از انگلیس هست از, از روسیه در سطح رهبری هم هست از... بله در سطح رهبری بله با همگی از یا اسناد دارم شواهد دارم مدارک دارم چرا به نهادهای های استخباراتی را امیفا... چینا میکنید؟ به کدام نهاد با کدام با نهاد امنیت ملی افغانستان امنیت ملی افغانستان شما اجازه بدین ببینن ای کاش که امنیت ملی افغانستان صادقانه به خاطر خدا و تن و مردم کار میکرد امروز نه فساد می بود نه زورمند نه غاصب نه فاسد نه قاتله اونا کار نکردن اما را کی گماشته اما از اونا کی حمایت میکنه آیا شایسته پس یک کشور از, از الف تا یا غرق فساد است بله بب... از ببینن اجازه بدین اگر شما وقتی یک کشور از الف تا یا غرق شما. فساد است در مت کشور در کشور ف... شما شما اینجا شما کاندا ما... میکنین بله ما اصلا بگذاریم که اینمی غاصب فاسد مفسد و تا آخر حمر بالای گرده های از این مردم مظلوم بیچاره در راست فساد رژیم افغانستان است ببینن اگر هر کسی که حمایت میکنه از غاصب و فاسد مفسد طبیعی است که او هم شاملش است کمیسیون هم فاسد است کدام کمیسیون کمیسیون شما خود ثبت کردید بله کمیسیون است پس شما بلی. به کمیسیون فاسد خود ثبت کردید من ناگزیر هستم به خاطر از, از که بگذارم که امی فساد و فساد پیشه ها و غارتگرا و چپاولگرا بالای گرده های مردم حکومت بکنن پس اگر این و... کمیسیون فاسد به شما رای بیارن باز رای شما رای فاسد خواهد م... ببینید بازم میگم تأکید میکنم در صورتی که مدینه روزم امرای کمیشنرها شیشتم صحبت معمی بود و مشنوانم صحبت های مرا که گفتم خداوند ده حاضر حضور دیده شما گفتید کمیسیون فاسد ده شما کمیسیون فاسد شما یک بار اجازه بدین که خداوند ده حاضر حضور دیده منافع اولیای کشور و مردمتان مد نظر گرفته هم مد نظر گرفته اما هویت افغانیتتان مد نظر گرفته به حساب از کسی حمایت بکنین که به حساب از رای م مردم افغانستان حمایت بکنین نه از شش و نه زیر فساد و چور و چپ رای حل آقای رشید برای این که امتا که اینا میگن که یک کمیسیون خوب و انتخابات خوب و یک برایند خوب باشه رای حل چیست؟ رای حل یاست است که حکمت افغانستان بیشتر از این سکوت اختیار نکنه در قسمت عزل و نصب کمیشنر را دست به اقدامات عملی بزنن ما دو را داریم در اول اگر ما میخوایم که اصل مکافات و مجازات تطبیق بکنیم تعلیق فوری اعضای کمیسیون انتخابات وظیفه شون باید آره تعلیق بیه و اینها برن برای پاسخگویی اگر اینها برات گرفتن و واقعا کار درست انجام دادن پس بیان در کار وظیفه شون اگر اینها پاسخ دادن هستند برن به پشترهای خود و هر که بازو بحث محکمه از و جواب خودشان که به هر چیزی که رسیدن اگر اصل مکافات و مجازات برای حکومت سنگین تمام میشه و ایرار عملی نبینن فقط از لحاظ قانون ها ازل شده هستند قانون میگه که اما امینا رو شما انتخاب کردین خب در انتخابش ما کوشش نهایی خود کردیم شما متاسف از هر... انتخابتان خب یک بار گفتم ضرور نیست که ما هر روز گپ تکرار خود یاد بکنم پیش مردم کسایی بودن که استاد بودن مستری داشتن دکترا داشتن از بوندونه بسیار فوق و در عین حال اینها در شرایط و مزامین دیگه بسیار خوب استادا بودن ما به شخصشان احترام و گفتم که اینها میتونند که در قضیه بس بسیار بس شما, شما هم شامل اشتباه شدن. بله اشتباه ما در لست 21 نفر برای رئیس جمهور معرفی کردیم و در دمو لست ما برای کسایی که بسیار مسخ بودن نمرات بلند داده بودیم که از او باید انتخاب بشه حالا ممکن است که دوباره در دم این فرصت پیش روی داریم که اگه اینا وظایفشون به تعلیق به یا معزول اعلام شون و نهاد و قضایی برن شما یک ساختار رو دوباره بیارین زرات ما فکر میکنم به کمیته گزارش نداره ما جز کمیته گزارش بودم متاسفانه که یک تجربه خوب نیست پست بسیار بلند و سیاسی هستند و در اینجا ما اگر ما روال تکنیکی تطبیق میکنیم در آن آخر روز کسایی میگن بیان که متاسفانه با می وضعیت بیان رئیس جمهور و رئیس بجرا در مشوره با احزاب سیاسی و جریان سیاسی نهادهای جامعه مدنی مشورتا اینها میتونن میکانیزم کوتاه اختیار بکنن افراد نخبه کشور هستند که هم از لحاظ توانایی مدیریتی هم از لحاظ توانایی مسلکی میتونن که بیان اونجا صادقانه بر کشور کار بکنن و امور شناسایی بکنن ضرور نیست که ما بیان تحت پروسه بسیار شفاف افراد متاسفانه که با مشکلات جدی را بیار انتخاب کنیم و در پروسه جا بجا بکنیم تشکر رای حل شما آقای نادی ما در کوتامدت مدت رای حل نمیبینم رای حل مشکلات افغانستان بر ارتباط صلح و دموکراسی یک رای حل بسیار درازمدت است کسانی که به وطن دل می و واقعا عشق دارند به کشور و با مردم دل می باید از حال دست به کار شوند و بری. یک پلان بسیار درازمدت مدت کار و فعالیت شروع کنن تا زمانی که ما حمایت قاطع اکثریت ملت با خود نداشته باشیم در بحث خود مبنی بر فساد و صلح و جنگ و تمام نابسامانی های کشور ما به هیچ وجه نمیتونیم نهادهای مختلف دولتی را زیر فشار بگیریم و با همون دلیل ما در کوتا مدت نمیتونم بگویم که اگر احمد به جای محمود میره پس انتخابات ریاست جمهوری چی؟ ما فکر میکنم انتخابات ریاست جمهوری با همون مشکلات مواجه خواهد شد که چهار سال گذشته مواجه شد و باز هم در انتخابات پارلمانی ما دیدیم ولی این صورت اگر فساد چواقای تورسن بران رئیس جمهور نخواهد بود؟ و او مربوط از ایشان خواهد بود که چی تصمیم میگیرن ولی همه قدر گفته میدانم که تا زمانی که انتخابات شفاف برگزار نشه در افغانستان انتقال مشروعیت از اکثریت آرا و فرد جدید من فکر میکنم مورد سوال اینا میگن که در مدت ما اصلاحات آورده نمیتونیم اگر فساد همچنان وجود داشته باشه و ناعدالتی در این صورت شما در مصاحبه قبلی گفتین که رئی جمهور نخواهد شد. بله؟ این ناممکن است ای که هر کس بیای فساد کنه و چور و چپاول بکنه دیگه مردم هم قدر هم به همت نشدن که باز هم ادامه بده که چهار تا چپاولگر و غارتگر بیای بالای گرده تا حالا که <applause> ببینن از, ای از این بات مردم اجازه نمیده ببینین اما بخش این فساد بخش از این فساد بب... مردم هم بود ببینین خود درست است ببینین ولی یک چیز خدمت عرض بکنن که مردم نهایت خسته شدن یه طور که باید از طریق جنگ از طریق تفنگ از طریق زور باید امو حقوق مدنی را که داره مردم افغانستان میخوای از امو حقوق مدنی خود استفاده بکنن چون مردم از که تعیین میکنه رئیس جمهور مردم افغانستان تعیین کرده و رئیس جمهور میتونن که مردم افغانستان برطرف بکنه به این مفهوم که یعنی اما خل به حساب رای بسازش نه تا برش رای نمیتن و یا که با تقلب و تخطی هم اگر بره ایجا مردم از رای خود که دادن برای شخص مستق از او دفاع خود کردن و دفاع میکنن و باز هم من میگم که من از عق و حقوق مردم افغانستان دفاع کردنی هستم دفاع چند چند فیصد مطمئن هستیم که شما رئیس جمهور خواهد با توجه به وضعیت okay. ما زمانی که مطالعه که از مردم دارم حمایت را که از مردم دارم اتا و دنونیم نمیگم صد فیصد س... خیلی با, با توجه به این مسئله آه... است رئیس هیچ کس رقیب شما نیست دیگه من اصلا کس را رقیب نمیدونم میره جدی برای شما میگم چون اگر مردم شما نشوید شما اجازه یک بده یک استثناء اگر شما نشوید رئیس جمهور ببینید یکی اگر مردم از تصمیم گیرنده مردم افغانستان است اگر مردم افغانستان تصمیم بگیره که من نشم من هر کس باشه اولین شخص خود بودم که برش تبریک میگم که از رای تخطی و تقلب نیست اطلاف خود نخواهد بب... با کسی هیچ وجه این تعادم است و زمانه که من اطلاف کردم یک جنایت کردم خیانت کردم اما در, و... در زمان دیموکراتی اطلاف یک است شما ممکن ببنه. است با ببنه. آقای اتمر با آقای اکمتیار ببنه. با آقای, آقای عبدالله کسایی که جفا کرده به حق از این ملت و مردم انوز یک دارم که اونا بگویم چون اونا کاندید نیستن اگر کاندید می بودن از لحاظ و چیز قوانین انتخابات ما حق نداشتم چون ما تنها کاندید هستم و نا کاندید نیستن یک دارم که شان انتقاد بکنم کسایی که در اقضی کشور و مردم در, در طول 18 سال جفا کردن به حساب خیانت کردن چور کردن چپاول کردن هر روز مردم با قربانی میگیره از مردم ما بازم مردم بر از اونا رای میتن به هیچ قیمت رای نمیتن اینا خود فریب میتن هر قدر هم خود چاق ساختن و پول و پیسر هم کمایی کردن تا حال کسی به شما مبارکی گفته که شما پیش از پیش مبارک باشه رای جمهوری شما قبول بکنین که از دین شب تا به از دین شب تا به اینه بیشتر از هزارها مبارکی رو تشکر ممنون تان بله. تشکر از حضور تان بینداش آقای تورسن آرزو دارم که من مطمئن هستم که شما در همین میز و شاید از طریق تلویزیون تان به ما تبریکی تشکر بتو. آقای تورسان از دیشب تا کنون تقریبا 100 تلفن به قول خودشان دریافت کردن هزارها تلفن به قول خودشان در چند ساعت هزار تلفن آقای ببینید نه تنها از خود من بلکه از امو تیم ما هم که تیم کمپینی ما هم برای تلفن ها شده و از دیشب این سو هزارها تلفن به قول خودشان دریافت کردند که رئیس جمهور آینده افغانستان است و هیچ رقیبی ندارن آقای غنی هم رقیبشان در انتخابات نیست و اگر برنده شن با آقای غنی وظیفه هم نخواهد داد بله هم طور که آه تشکر از اینکه تا این در با ما بودین ممنون تا دیدار دیگر خدا نگهدار